با درود به شما بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، و نیز با درود به هممیهنان گرامی در ایران و پارسیدانان در سراسر جهان. در 26مین بخش از برنامه صدای سخن عشق، من منوچهر طلوی بیات و همراه بانو دکتر زهرا شمس و آقای دکتر حسن مکارمی همچنان به بررسی سخنان ژرف و پرارزش اندیشمند بزرگ پارسی زبان حافظ شیرازی می‌پردازیم. امروز من غزل 470 از دیوان حافظ خانلری را بررسی می‌کنم. دوستداران حافظ می‌توانند بررسی گسترده تری از این غزل را بر روی تارنمای رنگین کمان بخوانند. این غزل در برخی از دیوانهای چاپ شده وجود ندارد، اما در دیوان حافظ قزوینی و دکتر غنی، حافظ انجوی شیرازی، خلخالی، دیوان گنج مراد سیروس نیرو و برخی دیگر از دیوانها این غزل آمده است. گرچه ضبط خانلری هم کاستی هایی دارد، اما از نگاه من همین مختصر هم رندانه و حافظوار می نماید. در این غزل شاعر با ساقی سخن می گوید و ممی و مطرب و نیز با کنایه به دین می پردازد. بیت های دوم و سوم و ششم برخلاف مذهب رایج حاکمان و ملایان است. سرآغاز غزل وصف طبیعت است و از نظر وزن نیز مانند قصیده است. چنین غزل‌هایی همیشه بلندترند، اما این غزل نه تنها کوتاه است بلکه فاقد بیت تخلص و نام حافظ نیز است. این نشان می‌دهد که شاید بیت‌هایی از این غزل از بین رفته باشد، یعنی شاید نسخه برداران مصلحت ندانستند که مطالب مخالف شرع در دیوان کسی که به او لسان الغیب میگویند وجود داشته باشد. بیت یکم غزل چنین است: صبح است و ژاله میچکد از ابر بهمنی، برگ صبوح ساز و بده جام یکمنی. ژاله در اینجا به معنی قطره‌های باران است که به درشتی و لطافت ژاله می باشد. ژاله آب لطیف و پاکی است که از بخار هوا درست می شود و نشان پاکیزگی و اعتدال هواست. برگ معنی‌های بسیاری دارد، از آن میان برگ گیاه، ساز، نوا، اسباب، سامان، مهمانی، لوازم حیات. صبوح به معنای بامداد، پگاه، سپیده دم، بامدادان و صبحگاه است. برگ صبوح ساز یعنی اسباب چاشت بامدادی را فراهم کن یا تدارک ببین. صبوح به معنی باده و نوشابه است که در صبح می نوشند. باده صبوح گستاخانه ترین و کفرآمیز ترین باده در دیوان حافظ است. باده صبوح از آن روی گستاخانه است که در رد نماز صبح است. آنچه حافظ درباره نماز گفته است بیشتر ریشخندآمیز است، مانند زاهد و حجم و نماز و من و مستی و نیاز، و یا غره مش و که گربه عابد نماز کرد. حافظ برای صبوح نه تنها شراب بلکه جام یکمنی طلب می کند که اندازه آن دو رطل بوده است. چکیده بیت یکم چنین است: بامداد یک روز بهمن ماه است و از ابر بارانهایی به لطافت ژاله می بارد. اسباب شراب بامدادی را فراهم کن و به من جام بزرگ یکمنی بده. بیت دو چنین است: در بحر مایی و منی افتادم،
بیار می که تا خلاص شدم از مایی و منی. بحر به معنی دریا و اقیانوس است. مایی و منی یعنی ادعای ما و من کردن. کنایه از خودبینی و خودپسندی است. خلاص به دو گونه میتواند خوانده شود. در اینجا خلاص به معنی رهایی، رستگاری، نجات و یا خلاص به معنی بیغش، ناب و ناآمیخته. چکیده ای بیت چنین است: در دریای از خودبزرگبینی و خودپسندی غوطه میخورم، شراب بیاور تا بنوشم و از دست این خودبزرگبینی و خودپسندی رهایی یابم، یا شراب بنوشم و بیغش و خالص شوم. بیت سوم: خون پیاله خور که حلال است خون او، در کار باده باش که کاری است کردنی. خون پیاله در اینجا به معنی شراب است. حافظ شراب را حلال می داند، زیرا در باور ایرانیان باستان شراب پاک و گرامی بوده است. حلال است خون او معنای دیگری هم می تواند داشته باشد. به کنایه یعنی محدور و دم است و باید خونش ریخته شود، یعنی نوشیده شود. برای حافظ این کنایه در برابر حلال نبودن خون انسان است که شیخ و مفتی و محتسب به خونریزی مردم بیگناه و خوردن خون آنان مشغولند. چون در پاره نخست پیاله آمده است، در پاره دوم شعر باده آمده است که همان معنا را دارد. کاریست کردنی به معنای کاریست شایسته انجام دادن، مانند جاییست دیدنی، یعنی جایی که ارزش دیدن دارد. چکیده بیت سوم چنین است: شراب بنوش که نوشیدن آن رواست، باده بنوش که شایسته ترین کار همین کار است. بیت چهارم: ساقی به دست باش که غم در کمین ماست، مطرب نگاه دار همین ره که میزنی. به دست باش یعنی آماده باش، کوتاهی نکن، مواظب باش، دست دست نکن. ره به معنی آهنگ و دستگاه موسیقی است. همین ره که میزنی یعنی همین آهنگ که مینوازی، و ره زدن به معنای یغما بردن هم هست. مطرب به گونه‌ای هوش و حواس شنونده را نیز به یغما می‌برد. نگاه داشتن یعنی حفظ کردن، پاسبانی کردن و نیز ادامه دادن است. با به یاد آوردن در کمین ماست در نیمه نخست شعر، ره را نگاه داشتن، مراقبت از راه برای جلوگیری از یورش دشمن نیز هست. چکیده بیت چهارم چنین است: دست ساقی دست دست نکن که غم آماده یورش به ماست، خونیاگر همین آهنگی را که میزنی ادامه بده. بیت پنج: میده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت، خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی. هنگام نواختن چنگ گوش را در کنار چنگ می گذارند و یا سر چنگ را در کنار گوش می گذارند. سر به گوش من آورد چنگ نشان دادن حالت گوش و چنگ است و نیز رازی را آهسته در گوش گفتن است. خوش بگذران به طور عام یعنی از لحظه های زندگی لذت ببر. اما این خوشگذرانی نزد حافظ الزاماً به معنی عیش و عشرت معمولی نیست، زیرا او خوشگذرانی را با ابعاد گسترده تری در نظر داشته است. کتاب خواندن، سرودن شعر، حتی مبارزه با شیخ و
ظاهر میتواند برای او خوشگذرانی باشد. پیر منحنی اشاره به چنگ است، زیرا که چنگ از یک سمت خمیدگی دارد. پیر منحنی میتواند اشاره به حافظ نیز باشد، چون منابع موجود از جمله دیوان حافظ گنج مراد نوشته سیروس نیرو و همچنین حافظ دکتر هومن این شعر را مربوط به دوران پیری حافظ می‌داند. چکیده بیت پنج: شراب بده زیرا چنگ سر در گوش من نهاد و گفت خوش بگذران و این پند را از این پیر خمیده بپذیر. بیت ششو: ساقی به بی‌نیازی رندان که می بیار تا بشنوی ز صوت مغنی هوالغنی. حافظ در این بیت رند را بی‌نیاز یعنی غنی می‌داند و می‌گوید به پاس بی‌نیازی رندان می بیار، زیرا خنیاگر هم همین را می‌خواند. مغنی از واژه غنا آمده است و در زبان فارسی به معنی موسیقیدان، آوازخوان و خنیاگر است. غنی یعنی بی نیاز، توانگر، مالدار و ثروتمند. هوالغنی یعنی او نیز بی نیاز است. اما باید به یاد داشت که شاعر در پاره نخست شعر به بی نیازی رندان اشاره کرده است. حافظ از آنجایی که به هیچ کدام از مکتب‌های فکری وابسته نیست و شخصیت آزاده‌ای است، از اصطلاحات و واژه‌های مکاتب گوناگون مانند عرفان و تصوف و شریعت برای مقاصد خود و گاهی نیز در جهت خلاف مکاتب نام برده سود می‌جوید و سخنش رنگ شوخی و طنز می‌گیرد. در اینجا نیز هوالغنی میتواند صفتی برای آزادگان و رندان باشد که در پاره نخست شعر نیز گفته شده است. چکیده بیت شش: ساقی به پاس نیازمندی رندان شراب بده تا همه بنوشیم و خنیاگر نیز سرمست شود، آنگاه تو از ساز و آواز او بشنوی که رند یا آزاده بی‌نیاز است. نتیجه: آزادگان از بزرگبینی و خودپسندی بیزارند، خوردن شراب را روا می‌دانند و خوردن خون مردم را نمی‌پسندند. غم را خوش ندارند، موسیقی را دوست دارند، از هر دم زندگی لذت می‌برند و از همه چیز و همه کس بی‌نیازند. ویژگی‌های رند را غزل 407 چنین برمی شمارد: رند به طبیعت عشق می‌ورزد و شراب را همچون یادگاری فرهنگی ستایش می‌کند. در بیت یک: حد خودپرستی بیزار است. در بیت دو: رند می خوردن را روا می‌دارد اما خون مردم خوردن را نمی‌پسندد. بیت سه: شادمانی و موسیقی را دوست دارد، بهره‌گیری و خوشی در زندگی را می‌پسندد. در بیت پنج: رندان از همه چیز و همه کس بی نیازند. در بیت شش: تا برنامه دیگر بدرود، تندرست و شاد باشید. سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی و سلام بر حافظ دوستان و بینندگان گرامی تلویزیون رنگین کمان. امروز غزل 470 رو براتون میخونم. صبح است و ژاله میچکد از ابر بهمنی، برگ صبوح ساز و بده جام یک منی. در بحر مایی و منی افتاده ام، بیار
می تا خلاص شوم از مایی و منی. خون پیاله خور که حلال است خون او، در کار باده باش که کاری است کردنی. ساقی به دست باش که غم در کمین ماست، مطرب نگاه دار همین ره که میزنی. میده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی. ساقی به بی‌نیازی رندان که می بده، تا بشنوی ز صوت مغنی هو الغنی. دوستانی که به طور مرتب ما رو همراهی میکنن میدونن که من در یک سری برنامه پیوسته مترجمانی که غزلیات حافظ به زبان فرانسه رو ترجمه کردن معرفی کردم. در معرفی هر یک از مترجمان من از مدلی که آنتوان برمن در کتاب درباره نقد ترجمه جاندان معرفی میکنه سود بردم و به این مسائل پرداختم. مترجم کیست؟ مشخص کردن موقعیت ترجمه. پروژه مترجم چه بوده و افق ترجمه در اون زمان چگونه بوده؟ علاوه بر اینها، این هم مهمه که بدونیم آیا مترجم تنها شغل مترجمی داره یا شغل دیگری هم داشته. پیش از این هم ترجمه هایی کرده بوده یا نه؟ مطالب این برنامه برای همه حافظ دوستان به ویژه دانشجویان ترجمه، پژوهشگران و مترجمان متن‌های ادبی میتونه جالب باشه. برابر پژوهش‌های من، ترجمه ابیات یا غزل‌های از حافظ از اواخر قرن 18 شروع شد. اگه به خاطرتون باشه، در سال 1775 سر ویلیام جونز 10 غزل رو برای اولین بار به زبان فرانسه برگردون. از این سال تا سال 2010 که ژیلبر لازار 101 غزل رو در سال 2010 ترجمه کرد. در این دو قرن، یعنی قرن 19 و قرن 20، 23 بار غزلیات حافظ توسط 17 مترجم به زبان فرانسه ترجمه شده. تنها ترجمه‌ای که از تمام غزل‌های دیوان به زبان فرانسه داریم از پروفسور شارل هانری دو فوشکور هست که در سال 2006 چاپ شده. پیش از این ترجمه کامل دیوان به زبان فرانسه، هنگامی که در دانشگاه استراسبورگ درباره ترجمه‌های حافظ پژوهش می‌کردم، این پرسش برام مطرح بود: چرا هنوز 7 قرن پس از مرگ حافظ ترجمه همه غزل‌های او به زبان فرانسه رو در اختیار نداریم؟ این پرسش دیگری رو به دنبال داشت و اون اینکه چه مشکلاتی بر سر راه ترجمه کامل دیوان وجود داره که این کار رو غیر ممکن کرده. من به طور خلاصه در چند برنامه از نتیجه این پژوهش برای شما سخن میگم. شاید مهمترین دلیل تأخیر در ترجمه کامل دیوان این باشه که شهرت حافظ در اروپا خیلی گسترده نیست. برخی از پژوهشگران مانند مایکل هیلمن میگه این مسئله تا اندازه‌ای میتونه مربوط به نبود ترجمه‌ای مانند اونچه فیتزجرالد از رباعیات خیام کرده باشه. شاید این گفته درست باشه. ما میتونیم بگیم که دلایل این امر علاوه بر مشکلات تکنیکی و هنری که بعداً از اون صحبت میکنم،
در پیچیدگی ویژه شعر حافظ نهفته است و این پیچیدگی نه تنها مترجمین بلکه ایرانیانی رو هم که با ادبیات و فرهنگ فارسی به خوبی آشنایی نداشته باشن ممکنه دچار مشکلاتی بکنه. من وقتی به سعدی فکر میکنم میبینم که فرانسویان او رو که استاد غزل بوده پیش از حافظ شناختند. او یک قرن پیش از حافظ زندگی میکرده، یعنی بین 1200 و 1291. سعدی علاوه بر آثار دیگه‌ای که داره دو مجموعه تفکرات و مطالب اخلاقی نوشته که یکی بوستانه و یکی گلستان، و این گلستان بوده که راه آشنایی غرب با شعر فارسی رو باز میکنه. ترجمه گلستان برای اولین بار توسط آد و اوقیه در سال 1634 چاپ میشه و ترجمه الگر که یه ترجمه دیگه هست از گلستان در سال 1704 انجام شد. دیدیم که اولین ترجمه از غزلهای حافظ در سال 1775 توسط سر ویلیام جونز انجام شده بود. یعنی اولین ترجمه از سعدی اواسط قرن 17 و اولین ترجمه از حافظ در اواخر قرن 18 هم انجام شد. یعنی حدود 2 قرن بعد از سعدی. پروفسور دوفوشکور میگه یکی از دلایلی که اشعار حافظ در مقایسه با سعدی دیرتر توسط فرانسویان شناخته شده میتونه این باشه که محتوای آثار سعدی بهتر از حافظ با تفکر فرانسوی خوانایی داره. حالا ببینیم چه عوامل دیگه باعث این تأخیر در ترجمه دیوان کامل حافظ شده بود. باید بگم در قرن‌های گذشته نسخه‌های محدودی از دیوان در دسترس شرق‌شناسان بوده. در فرانسه برای اولین بار سواقی دو برو در سال 1605 یعنی اوایل قرن 17 هم یک نسخه از دیوان حافظ رو معرفی میکنه. یکی از اولین مطالبی که باید به اون توجه داشته باشیم این هستش که برای درک شعر حافظ و ترجمه اون باید شناخت ژرفی از زبان فارسی داشته باشیم. زیرا مهمه که مترجم رابطه مستقیمی با شاعر داشته باشه. گوته که شیفته حافظ بود که قبلا در یک برنامه از اون براتون صحبت کردم در صفحه 372 یادداشت‌های دیوان غربی شرقی به اهمیت زبان اصلی برای دست یافتن به این گنجینه‌ها اشاره می‌کنه. او خودش از راه ترجمه بسیار خوب جوزف بون هممر با شعر حافظ آشنا شده بود و افسوس می‌خورد که فارسی نمی‌دونسته. پس این یک اصل هستش که مترجم باید با زبان اصلی آشنایی نزدیک و ژرف داشته باشه. به نظر من مترجم علاوه بر اینکه باید بتونه متن رو به زبان اصلی بخونه و بفهمه، این هم مهمه که ترجمه های پیشین رو بخونه. چون همونطوری که آنتوان برمن میگه هر ترجمه یک باز ترجمه یا غوتقدوکسیون هست یا ترجمه دوباره، و او در این باره میگه باز ترجمه های بزرگ قرن ما مانند ترجمه دانته، کتاب مقدس، شکسپیر، متون یونانی و غیره ناچار همراه با تفکر و اندیشه بر روی ترجمه های پیشین بوده و این تفکر باید گسترده و ژرف باشه. میتونیم بگیم که بین مترجم و اثر ادبی باید به گونه‌ای
کشش درونی یا یه رابطه دو سویه‌ای وجود داشته باشه. در یک جلسه سخنرانی در دانشگاه اوپسالا در سال 1996 فیلیپ بوکه تعریف بسیار زیبایی درباره عمل ترجمه بیان میکنه. او میگه ترجمه کردن تنها یک رویداد زبانشناسی نیست، بلکه یک عمل انسانی نیز به شمار میاد. مترجم باید خودش رو در اختیار اثر ادبی بذاره تا اون اثر او رو شیفته خودش بکنه. زیرا ترجمه کردن کاری لذت بخش، صلح‌آمیز و عاشقانه است. دیوان حافظ فشرده از فرهنگ ایرانی است. بنابراین مترجم که یک واسطه و یک رابط زبانشناسی و فرهنگی است و در ضمن کسی است که میخواد نوشته شاعر رو در یک مجموعه فرهنگی دیگه معرفی بکنه، نیاز فراونی به شناخت ژرف فرهنگ و تاریخ ایران داره. میدونیم که در شعر حافظ واژه‌های بسیاری وجود داره که بار فرهنگی و تاریخی دارن، مانند عیار، رند، مغبچه و مانند اینها. اگر مترجم از فرهنگ و زمینه‌هایی که در پشت چنین واژه‌هایی نهفته است آگاه نباشه، هرگز قادر نیست ترجمه ارائه بده که به اندازه کافی به متن اصلی نزدیک باشه. برای درک شعر حافظ باید باورها و شیوه زندگی مردم در روزگار حافظ و پیش از وی رو بشناسیم. در ضمن کسب اطلاعات راجع به شرایط زندگی شاعر هم میتونه جزو یکی دیگه از اصول ترجمه به شمار بیاد. برای یک خواننده غربی درک دقیق شعر حافظ مشکل به نظر میاد. گرترود بل که از شیفتگان حافظ بود در مقدمه کتابش در سال 1897 می نویسه درکی که از شعر حافظ داره یک فهم و درک غربی هست. گوته هم همین باور رو داره و در صفحه 372 یادداشت‌هاش می نویسه اگر ما بخواهیم در آثار این نابغه ها شریک شویم، باید خود را شرقی کنیم، زیرا شرق بر جای خود باقی است و به سوی ما نمی آید. این بحث جالب رو در برنامه های آینده ادامه می دیم. بدرود تا برنامه دیگر. با سلامی دیگر، با عرض ارادتی دیگر، با درودی دیگر به هموطنان عزیزم و پارسی زبانانی که به ما گوش میدهند، در 26 برنامه صدای سخن عشق من ادامه میدم بحثی رو که از برنامه 19 شروع کردم در مورد بررسی کتاب هستی شناسی حافظ، که این کتاب توسط جناب آقای داریوش آشوری نوشته شده و نقد مفصلی من بر اون نوشتم که هم در نشریه آفتاب در نروژ سالها پیش چاپ شد، هم در کتاب خودم به نام دیگر شنیدن گذشته ها که هم میتونید از kitablet.ir تهیه کنید در ایران یا با من تماس بگیرید PDFش رو براتون میفرستم. برحال ما تا اینجا آمدیم که من یک پرسش مطرح میکنم، اینه که ما میگیم در اونجایی که ما به رمزگویی و در پردگویی نیاز داریم و مجبوریم که مستقیم سخن نگوییم، اونجاییست که فاشگویی ما رو دوچار مشکل میکنه، مثل انالحقی که
حلاج میگه، فاش میگه. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. اون فاشگویی، اسرار هویدا کردن، مشکل است. به همین دلیل ما در رمز و پرده میگوییم. و حتی مثلا در ابهرالعاشقین شیخ روزبهان بغلی شیرازی فصلی به نام شطحیات داره، یعنی شطحیات یعنی در واقع هذیان، هذیان ها، برای اینکه به نوعی پیشگیری کنند از مشکلی که فوراً اتفاق خواهد افتاد. چی داریم میگیم؟ اینها شاید خلاف مقدسات و مبتدای اصلی اسلام هست. برحال این در واقع اینجایی من میخوام اشاره بکنم که چون در واقع روح در اسلام و روان در اسطوره ایرانی که در زبان فارسی است، زبان فارسی بر اساس اسطوره ایرانی درست شده نه بر اساس قرآن، که اساساً هم اسطوره نیست. ما باز هم تکرار میکنیم یکی از شاید مشکلات جناب داریوش آشوری است که قرآن رو اسطوره میدونند، تعریف اسطوره اصلا این نیست. اینه که مشکل اینه که روانی رو که از اسطوره های ایرانی قبل از اسلام میاد که در زبان فارسی است، و روحی رو که از قرآن و اسلام میاد، تازه در اونجا هم قول روح من امر ربی است، توضیحی توصیفی برش نیست. و اینجاست که مشکل اینه که چون برش آدمی، برش انسانی در اسطوره فارسی و در قرآن با هم اختلاف داره، در اسلام اختلاف داره، اینه که مجبور شدن مجموعه عرفای مکتب خراسان که دنبالش میخوره به محافظ، این عزیزان مجبور بودن که در پرده بگن. وقتی که عوض میکنند مفهوم عبدالله رو، انسان دیگه بنده الله نیست بلکه عاشق و معشوق، عشق میاد در کار، این صدای سخن عشق اینجاست، عشق رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. این عشق، مهر، مهری که هم خورشید هم مهر و عشق و مهربانی در زبان فارسی است، اون به دادت میرسه. این در واقع ستون اونجاست نه اینجا، با اون تفسیر کن قرآن رو. یعنی این دیگه عشق هست، کلید در عشق هست. حالا با این مسئله اگر این تمایز این راحت بود و روح و روان یکی بود و برش انسان در اسطوره های فارسی و قرآنی در واقع شناخت قرآنش یکی بود، این همه دردسر نداشتیم، ولی یکی نیست. به همین دلیل که مجبور بودند بزرگان پنهان بگویند، و به همین دلیل بود که میرسیم به حلال یا شیخ اشراق که شمعاجی میشه. در قسمت اسطوره ایرانی ما، عالم روحانی به روایتی همان زمین مینوی است که بر اساس اسطوره های ما روان ما در اونجا قرار گرفته. اینجا یک مطلب دقیق و روشن است که شاید در فرصت‌های دیگه بشه بهش پرداخت، ولی بگم و بگذارم برای که خیلی مهم هست این مسئله، که وقتی ما برش انسان رو در اسطوره‌های فارسی داریم، در زبان فارسی داریم، تن، جان، روان، متوجه بکنید که جان این مسئله مهمی است که لکان در اواخر آموزشاش، ژاک لکان، روانکاو و چی گفت، حتی حکیم فرانسوی، روانپزشک و روانکاو، به نظر من حکیم می افزاید به حکمت انسان،
ایشون مسئله بریدن انسان رو که مطرح میکنن میرسن به جویسانس. جویسانس یعنی اون چیزی که حتی میگه من مطمئن نیستم که باکتری جویسانس نداشته باشد، یعنی اون جریان کلی حیات که ما در اون جریان کلی هستیم، این جریان کلی خودش یک نوع قوانین درست میکنه برای خودش. از باکتری به بعد قانون اصلیش هم اینه که حیات یعنی ادامه. پس این ادامه وقتی به انسان میرسه، در این ادامه هستیم. لکان مطرح میکنه که ما سه نوع جویسانس رو با خودمون میاریم و این سه نوع جویسانس در واقع در بدن ما باید نیاز باشه، نیاز برای زندگی کردن، پاسخ نیاز باشه، میخوریم، غذا میخوریم، رابطه جنسی داریم، محبت میبینیم، نگاه مادر میاد تو کار برای بچه، هرچی که پاسخ میده، نیاز و پاسخش، هر دو وجهه این جویسانس هستن، همه هم برای اون ادامه است. و اونجا لکان مطرح میکنه که یه جویسانس دیگری هم وجود داره، جویسانس دیگری هم وجود داره که اون جویسانس دیگری در واقع خارج از بدن است، در مرزهای بدن اتفاق میفته که شاید بشه گفت تجربه عرفانی یکی از اونهاست. این رو فقط همینجا داشته باشیم به طور کلی، این که وقتی میگیم که جان چقدر نزدیک هست به جویسانس لکنی، و به نظرم میاد که من فقط در اسطوره های ایرانی و در زبان فارسی این جان رو دیدم، میازار موری که دامی کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. یعنی جان داره، اشراف هم داره بر جان داشتنش، جان شیرین خوش است. این حیات، حفظش میکنیم، هر موجود زنده زندگیشو حفظ میکنه، خوش است، نمیذاره که از بین بره این زندگیش. این جویسانس، این اصل اول. و حتی باکتری برای اینکه ادامه پیدا بکنه خودشو میکشه، دو نصف میکنه. چه دوتا؟ این خیلی عمق حضور حیات در هستیه، از اینجا میاد بیرون. به هر حال در مفاهیم قرآنی یک عالم در واقع جسمانی و عالم روحانی به اون شکل مطرح نیست و بحثی به نام روح کلی مطرح میکنیم. روح کلی وجود نداره. ما در اصولهای ایرانی روان داریم که در جهان سوم، نه این طرف نه اون طرف، در هوبرقلیا در قاره هشتم زندگی میکنه، ولی در قرآن و بررسی قرآنی این رو ما نداریم. عالم روح نداریم، عالم روحانی نداریم، روح داریم ولی عالم روحانی نداریم. در برگ 40 این کتاب جناب آقای داریوش آشوری میخونیم که جهان بینی های اسطوره‌ای که در روزگار سر تاریخی انسان پیافکنده شدن، تا اینجاش درسته، اینجا جهان بینی شاید بشه گفت حضور انسان در هستی و بنیاد فرهنگ های قومی را گذاشته اند و به زبان قوم ها بیانگر تاریخ ازلی آنها بودند. این تاریخ ازلی من متوجه نمیشم، اینکه همه اسطوره ها که مسئله رو به ازل و ابد برنمیگردونن، این باز تصور ماست، باز اینکه قرآن اسطوره است و همه اسطوره ها مثل قرآن هستن، مسئله ازل و ابد در کار هست، یا حتی ممکنه که در اون دو مذهب دیگری که میگیم مذاهب ابراهیمی، اونها ممکن من آشنا نیستم ازل و ابد داشته باشن، ولی اسطوره ها همه اینطور نیستن. چگونه میتوان سخن بالا به رابطه تنگاتنگ فرهنگ قومی، زبان قومی و تاریخ ازلی در جهان بینی اسطوره‌ای باور داشت؟ و از طرف دیگر در نوشته خود همه این مفاهیم را با دیگر مخلوط کرده
اگر بیان ایشان را با تحقیقی که کرده اند هم راستا کنیم، خواهیم خواند که جهانبینی اسطوره‌ای در قرآن بیان شده است، به شکلی که این جهانبینی اسطوره‌ای قرآنی بنیاد فرهنگی و زبان قومی حافظ است. اینجاست اشکال. پس سخن گفتن دری و مجموعه غزلیات اون که به زبان دری است چه می شود؟ خود حافظ می فرماید: ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. لازم و کافی است. لازمش طبیعیه که لطف طبع میخواد و سخن گفتن دری، بنیان سخن گفتن دری است. این همه لطف و زیبایی و اشاره و بیان دلفریب با استفاده از این زبان است، نه زبان عربی قرآن. اساساً چگونه میتواند اسطوره قومی حافظ قرآن باشد؟ اسطوره در دل زبان است. در برگ 43 آمده است: با این دین اسطوره دیگری بر اسطوره هبوط افزوده شد و آن اسطوره فرود آمدن خدا در تن مسیح برای نجات دادن انسان است. ایشان در اشتباه خود اصرار می‌ورزند و آن رابطه دین و اسطوره است. اونجا که دوباره بزن. چرا که دین مسیح آورده را اسطوره می‌خوانند و آن هم اسطوره دیگری، غافل از آن که اسطوره ها در طول پیدایش و شکل‌گیری تمدن های شفاهی خلق می شوند. اسطوره اینه به تدریج که زبان پیدا میشه، حرکت پیدا میشه، فرهنگ پیدا میشه، تا وقتی که ما فرهنگمون کتبی میشه، در واقع این اسطوره های شفاهی هستن، انتقالشون هم شفاهی هست، بعد کامل میشه حضور انسان در هستی است که زبانم اونو میارتش، یعنی زبان و اسطوره چون با هم قفلن. اینها در هزاره ها اسطوره ها پیدا میشن و نه که یک نفر بیاد، یک فرد بیاد، حالا یا هومر و یا فردوسی، اینها اسطوره ها جمع آوری کردن. چون میگن که ما اسطوره نمیشتیم، فردوسی بس اینکه اسطوره های ایرانی رو نوشته و جمع آوری کرده، بگه خودش از خودش هیچ نیست. حالان که از ایشون نقل میکنم در برگ 44، نویسنده در برگ 46 از الیاده نقل میکند که نقلشون: حالان که اسطوره گزارشیست از پدیدارها و رویدادهای سرآغاز جهان که در ذهن باورندگان آن بیانگر بنیاد و جهت همه چیز است. این درسته، حضور انسان در است. از این بیان بجا و درست نمیتوان نتیجه گرفت که هر گفتاری که بیانی از پدیدارها و رویدادهای سرآغاز جهان به همراه دارد اسطوره است. اسطوره ها چون کوههای رسوبی در عمر اقیانوس ها ذره ذره شکل گرفتند و حاصل هزارها و قرنها زندگی و تجربه انسان ها هستند. غول ها، اژدها ها و سیمور ها نشانه های از حیوانات ما قبل تاریخ دارند. اینان در اشعار، مثل ها، ضرب المثل ها، متل ها، گویش های مردمی، هنر و کارهای هنری فرد فرد گذشتگان جای دارند. اگر اسطوره و غنای عمیق و نقش فرهنگ شفاهی ما قبل از دوران تمدن کتبی و تأثیر متقابل اینان را با فرهنگ و زبان می شناختیم، به اشتباهی چنین سطور تندر نمی دادیم تا کتابهای نامیده شده آسمانی را با اسطوره ها اشتباه بگیریم، چنان که اسطوره را در خارج از محدوده فرهنگ و زبان قومی تعریف کنیم. در مقاله مفصلی نقش شناخت اسطوره‌ای را در اشعار حافظ بیان کردم که یه مقدار من تو این برنامه‌های مختلف تا الان گفتم، یه بارم به طور کامل می‌تونیم دوباره برگردیم، ولی به هر حال اونها رو مطرح کردم قبلا. اینجا دیگه من نیستم و امیدوارم که بتونیم باز هم ادامه بدیم. این بحثی است بسیار عمیق، بسیار مهم و یک نوع میتونم بگم که یک نوع شاید خط جدیدی رو در شناخت حافظ و حتی عرفان
مکتب خراسان ما پاس کنند. شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.